ازاده و احترام دارم به شما همینان عزیز و عرجمندم. من در هوای دیگرم، جایی جز آنجا نیستم، آری در آنجا زندم، دیگر در اینجا نیستم. این رکاده همه ماست. همه ما صبح که بلند میشیم میگردیم ببینیم در ایران چه خبره و زندگی خیلی از ایرانی ها در بیرون از ایران در ایران داره میگذره. یعنی واقعا تمام فکر و ذکرشون ایرانه، از بابت ایران نگرانن، بابت سرنوشتش و آیندهش. دیروز یه آگهی در رادیو پخش شد، آگهی بود درباره تظاهراتی که قرار شنبه ایرانی ها برگزار کنن. این آگهی در تلویزیون هم پخش میشه اشارتی؟ آه، و در تلویزیون من نشنیدم آگهی رو، بعد نشنیدم البته. بعد در تلفن ها شروع شد، ایسی حدود 40-50 تلفن داشتیم، از شما چند تلفن داشتیم از خارج از لس آنجلس. یکی از اونها برای من خیلی جالب توجه بود، خانمی بودن، هم ایشون با ایشون صحبت کردم، هم با همسرشون صحبت کردم. اینا آپولیتیک بودن، مثلا غیر سیاسی، هرگز تو هیچ فعالیت سیاسی شرکت نداشتن، در فرزنو زندگی میکنن. آگهی رو شنیده بودم، آگهی تظاهرات ایرانی ها روز شنبه آینده در لس آنجلس در برابر تالار شهرداری بیولی هیلز. و ما آره با من تماس گرفتن، دقیقا میخواستم بیدونم چه ساعتی، میخواستم اینا نه هستم یا نیستم. بعد هم خانم هم آقا وقتی من بهشون صحبت کردم متوجه شدم که اصلا تو فعالیت های سیاسی نبودن، زیادم با جامعه ایرانی کاری ندارن، یعنی شغل و حرفشون اینطوره جا ایجاب کرده و خارج از شهر هم هستن، تو فعالیت کشاورزی هم هستن، کار کشاورزی میکنن، همچه آدم های متمول تو اونجایی که من استنباط کردم. و نشسته بودم هم فکر کردم نمیتونن بی اعتنایی کنن نسبت به سرنوشت میهنشون. خیلی از خبرها رو از طریق شبکه های رادیو تلویزیونی آمریکا راجع به ایران شنیده بودن، تحت تاثیر قرار گرفته بودن. اینا نشون میده که انقلابی که تجام داره میکسره چقدر جامعه ایرانی بیرون از ایران رو تحت تاثیر قرار داده. حق با امیر شورتی است، میگه باید توصیه کرد به وسائل ارتباط جمعی، رسانه های ما، که این گزارش هایی رو که معمولا از ایران میاد و بعد گمان میشید یا این گزارش احتمالا از سوی خود جمهوری اسلامی است، گزارش هایی که ترس رو افسون میکنه، خوف و وحشت ایجاد میکنه. به هر حال هرچه باشه تاکتیک رهبران مسلمان، فرماندهان مسلمان در تمام جنگ هایی که مسلمان ها برپا کردن در طول تاریخ، النصر بالرب، پیروزی از طریق ایجاد ترس، ترساندن مردم به انگام شریخون و به انگام تن که همه تسلیم میشن. خب اگه تاکتیک اونها اینه، ما چرا باید روی این تبلیغ کنیم؟ چرا باید مانور بدیم؟ اینی که باید خیلی مواظب بود در انتشار اخباری که معمولا ایجاد ترس و هراس میکنه، ایجاد ترس و هراس میکنه. اگر مطمئن هستیم که سیاست جمهوری اسلامی، ببینید سیاست شخص خامنه‌ای که بارها تاکید کرده آقا سرکوب جواب میده، این نظر خامنه‌ای نشون میده که یه تاکتیک کلیدی است، یه شیوه کلیدی پاره از زمامداران مسلمانه که بسیاری از اونها دیگه از عواطف انسانی بی بهره هستن. از عواطف وقتی تصویر دیروز خامنه‌ای رو دیدم در مرقد خمینی، رفتم اونجا روز رو در اونجا بیتوته کرد در کنار قبر خمینی در سکوت آرامش لابد نماز، آره نماز هم گذارده. و بعد حال روز مردم رو دیدم در خوی، دیدم چقدر آدم باید بی غیرت و تویی از شرف اخلاق باشه. یک مسئول و مأمور خودش اونجا نفرستم، کسانی که رفتن ماموران سرکوب بودن، ماشین آب پاش برد، آب بریزن به روی مردم در هوای زیر صفر، روزنامه خود جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، این روزنامه شرق
در هوای زیر صفر و باد و بوران و باد هوای زیر صفر توی برف مردم توی خیابون 9000 خانه خراب شد. فکر کنید 50000 نفر در بیرون از خانه و مسکن پیشین خودشون باید سر کنن، کوچک و بزرگ، بچه یک دو ساله، حتی نوزاد. کریم باقری ستاره فوتبال مملکت ماست، چهره شریفی است. بلافاصله بعد از زلزله شروع میکنه به جمع‌آوری کمک که راهی قوی بشه، کمک رو به مردم برسونه. قبلا این کارا رو میکرده، علی دایی هم این کارو میکرد. وقتی شنیدن این داره کمک جمع‌آوری میکنه برای اینکه مبادا این کمک ها به دست مردم برسه، براش ایجاق مضیقه کردن، تمام حساب های بانکیشو بستن، تمام اندوختش رو توقیف کرد، راه های منتهی به خوی رو بستند، مبادا مردم عادی خودشونو بتونن به اونجا برسونن. چون همیشه مردم همین کار رو کردن، مردم خیر منتظر هلال احمر رو نمیدونم دولت رو از این چقدر در جمهوری اسلامی نشدن، خودشون عمل کرد، خودشون رفتن کمک کن. و اینها مأمور سرکوب میفرستن، محیط رو امنیتی میکنن، راه ها رو میبندن، تا جایی که امروز مردم همه این پرسن پس علی دایی کجاست؟ او بیاد کمک بکن، چون نامیدن از کمک مردم، از کمک دولت. چشمشون به علی داییه، چون پیش از این از او دیدن که چه کارهایی کرده برای مصیبت زدگان، از کرمانشاه پیش از این در مناطق کرد نشین. اینه وضعیت روزگار ما. نگاش کنید توی حرمه چیه، رفته توی سر قبر خمینی در اونجا بوده روز گذشته، یک مأمور یک مسئول در گذشته، من به خاطر من واقعا وقتی زلزله می اومد خود پادشاه می رفت، ملکه می رفت، مأموران دولتی، میگه من خودم یک بار شاهد بودم، زلزله در قیر و کارزین بود، من در شیراز بودم، مجید رهنما آمد با هلیکوپتر، ساعت 8 صبح رسید، نمیدونم ساعت 4:05 زلزله شده بود، 4:05 صبح در غیر و کازی، ساعت 8 نمایندگان دولت از تهران در اونجا بود، 8 صبح. و بلافاصله در همون روز به خاطرم از مهندس شاهبردی، این طراح خانه های ضد زلزله بود، خانه هایی که مدور بود مثل نیمکره بودن، بتونی بودن، نیمکره بودن، یک در داشتن و اگه زلزله دوباره به وقوع بیفته بس خانه تخریب نمیشد، خیلی محکم بود، مقاوم بود در برابر زلزله. بلا فاصله دست به کارشن در همون روز اول، اصلا نگوستم به روز دوم برسه. این رسم حکومت و دولت بوده در گذشته. و اینا ببینید چه کردن، چه میکنن به این مردم. حالا که وقتی وارد بغداد شد، خب بغداد رفت، مدت ها بغداد در محاصره بود، بعد وارد بغداد شد، مردم اصلا مقاومتی نکردن، چون دل خوشی از المستعصم نداشتن که خلیفه بود، چی بود، دواده یا پسر هارون رشید، من پسرش فکر میکنم پسرشه، از یک کنیز ترک المستعصم. 508 سال این حکومت دوام آورد، این امپراتوری عباد 508 سال، اما در دوره مستعصم کار تمام شد. حالا وارد شد هلاکویه، وارد قصد شد و مردم هم اصلا مقاومت کرد، مردم بغداد، بغداد رو گرفت، وارد قصد شد، گرفت المستعظم رو انداخت توی زندان. بعد رفتن گشتن دیدن آقا این تمام این اتاقها و پستوها پر طلا و جواهرات و سکه و هر چی در نقاط مختلف غارت کردن رو بودن اینجا جمع کرده بودن. و این مردم بغداد وقتی وارد شد متوجه شد که اینا در اسرت و بدبختی و تنگنا دارن زندگی میکنن، نون شب ندارن بخورن، مردم مندرس. بعد وارد کاخ شد، عظمت کاخ یک امپراتور مسلمان رو دید، حرف جالبی بهش زد، گفت بدبخت بینم،
خب این کلاهایی رو که اینجا جمع کرده بودی خرج این مردم میکردی تو، اینا به ایستن از دروازه های بغداد دفاع بکنن، نگذاره من وارد شد موانی مهاجم. آخه اینا رو از چی میخواستی؟ زندانش کردن، گرسنه بود، خیلی گرسنه بود، دستا بهش غذا بدید چی؟ با ظروف طلا، این بشقاب های طلایی رو برداشتن، کاسه های طلایی روشن پوشونده بودن، رو بودن گوشتن با بلا پرید جلو که بشینه بخوره، سر این چی رو که برداشت، سرپوش این کاسه طلایی رو که برداشت که توش غذا بود، دید که تمام سکه های طلاست. خود اولا کمد گفت بخور دیگه گرسته ای، بخور منار جمع یاد و دری روز آباد بخور. اینا هم همینطور هم آقا به شکلی دنبال بمب اتم باشید، دنبال موشک باشید، دنبال کمک به یمن و حزب الله لبنان و مرتی که گردنش تو تبر نمیزنه شیخ حسن نصرالله، به جای که اینا رو پروار کنی آقا ملت خودتو پروار میکردی، سعی میکردی جلش رو به دست بیاری. المستصیم باعث شد که امپراتوری 508 ساله دچار فروپاشی بشه، دچار فروپاشی بشه. واسه دیروز این عکس خمینی رو در این آرامگاه خمینی دیدم و مقایسه کردم با عکس هایی که از خویی میرسه، خیلی دلم لرزید، واقعا دلم لرزید. مطمئنم اگه شما میدید همین حالت رو بهتون دست میدم، آدمی هست بی خیال از اون چی که داره تو اون مملکت میگذره، دستور فروش اموال دولت رو میدن، اموال مردم رو میده به هفت نفر، بهشون مسئولیت هم میده. یعنی چی؟ یعنی این اموال، کتل، زمینه، هر چی که هست، ماشینه، هر چی که هست، هر چی که هست، به عنوان ما اموال دولتی میشناسیم، ماشین که نه، چیزو منقول نه، اینا رو شما میتونید به هر کس دلتون خواد بفروشید، به هر مبلغی دلتون خواست بفروشید، هر چقدر قصی بزنید جیبتون بگذارید، هیچ کس هم حق نداره از اون پرسه جو بکنه. شما مسئولیت چه قضایی دارید؟ خب نگرانی این بود که مبادا اینا اختیارات لازم رو داشته باشن که این انبار رو در سراسر ایران، یکی دوتا نیست، صدها میلیارده ارزشش، مبادا اینا رو به شهروندان خارجی بفروشن، اجانب بفروشن، به اولیگارش های روس بفروشن، به اولیگارش های عرب بفروشن، امکانش هست، مشخص شد دارن این اختیار رو، دارن. این تفسیری که ایشون کرده از قانون 44 چیه؟ ماده 44 قانون اساسی که در اون تصریح میشه، میگه ما سه بخش داریم، سه بخش اقتصاد، سه بخش داره، بخش اول و دوم و سوم، یک بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتیه. وقتی مطالعه میکنه بخش دولتی متوجه میشه شو حق ندارم چی کاری بکنه، چنین حقی قانون بهش نداده، ولی شاسته تفسیر کرده و با پایه تعبیر و تفسیر خودش فرمان صادر کرد، اجازه داده. وزیر اقتصادم دیروز گفت با اینکه جنجال زیاد به پا کرد، جنجال زیاد به پا کرد در ایران، وزیر اقتصاد گفت هرگز ما از این طرح نمیگذریم، یعنی طرح رو حتما اجرا کنن، یعنی مصرن که این طرح رو اجرا کنن. وقتی هم میگن مصرن که این طرح رو اجرا کنن، مفهومش اینه که به استیصال مطلق رسیدن. اگر سپاه کماکان در وضعیتی بود که بتونست تحریم ها رو دور بزنه، اگر وضعیت پیشین رو داشت، اگر کماکان میتونست نفت بفروشه به همون سیاق سابق، اگر کماکان اروپا جولانگاهش بود، اگر کماکان ترکیه جاده ترانزیتیش بود، اگر خانه های امنش کماکان همون فعالیت های پیشین رو داشتند، اگر عواملی که از اونها به عنوان حامل پول استفاده میکرده، با این کشور و اون کشور پولشویی میکرده، و این آمریکایی‌ها دقیقاً می‌شناسن، بسیاری از اینها رو دقیقاً می‌شناسن که اینا
تن به چنین خفتی نمیدانیم. به نظر من اینو خفته دیگه، تای بازیست، پایان کاره، پایان یک حکومت وقی که تشکیل شده از شماری جنایتکار، یعنی کسانی که در قتل نفس شرکت داشتن، دزدن، سارقن، آدم کشن، شکنجگرن. تنها چیزی که در این مملکت گسترش دادن و پروردن زندان و زندانبانی بوده، ولا غیر. این کارشون بوده. میزان سواد آدم ها رو میخواید بدونیم و میزان ادعاشون، این روزنامه آفتابی از نشون میدید قالیباف رو این خیلی جالبه هم یعنی. این روزنامه به قالیباف توصیه کرده برو آقا کتاب بخون، مطالعه کن. ایشون یادتون باشه دکترا داره از مدرسه تربیت، دکترا در جغرافیای سیاسی، آقا دکتر قالیباف. خب حالا خدمتتون میگم چی شده. قالیباف با رئیس مجلس الجزایر دیدار داشت. به رئیس مجلس الجزایر گفته که در زمانی که انقلاب الجزایر جریان داشت، من به عنوان یک جوان انقلابی در ایران، این حوادث مربوط به انقلاب رو تعقیب و پیگیری میکرد. وقتی انقلاب الجزایر شروع شده، آقای قالیباف هنوز به دنیا نیامده بود. همینانم تو انقلاب الجزایر بگم 52-54 شد دیگه، 52-54 قالیباف 61 به دنیا آمده، یا 62 به دنیا آمده. وقتی انقلاب پیروز میشه، به موفق میاد، کار تمام میشه، الجزایری ها الجزایر رو ترک میکنن، تازه قالیباف دنیا اومده بود، تازه. و بعد برای این چیه؟ قمپی در کنه خود چپان چپان انقلابی اون زمان ها در ارتش خدمت میکنه، به عنوان یه خیانتکار و ارتش ملی ایران پشت میکنه، به انقلاب اسلامی میبینه، یه آدم فرصت طلب و دزد، و دزد به معنای واقعی کلمه. غارتی که در شهرداری قالیباف کرده اصلا حیرت انگیزه، غارتی که در شهرداری تهران کرده. حالا برحال زابطی صدا برو کتاب بخون، بعد اظهار نظر بکن. وقتی که انقلاب در الجزایر شروع شد، ما که در ایران، من جوان انقلابی که در ایران بودم، این جریانات انقلاب رو پیگیری میکردم، یعنی انقلاب الجزایر و نهضت مقاومت الجزایر علاقمند بودم که موفق شد قدرت استعماری فرانسه در الجزایر رو دفع کنه. واقعا فرانسوی ها چه جنایاتی مرتکب شدن در اون مملکت، چه جنایاتی، چقدر کشته. ببینم یه گزارشاتی هست بین 400-500 هزار بره تا 1,000,000 اندی کشته، فقط کشته، شکنجه دادن، تجاوز کردن، بلکه به همین کارهایی که خامنه ای میکنه امروز و تصور میکنه که این اقدامات سرکوبگرانه و این جنایت آمیز میتونه حکومت او رو بیمه کنه، که درست برعکس بوده و عجیبه، با اینکه داره نتایجش رو میبینه که چی بلایی بر سر حکومت خودش بود، که امروز بسیاری از قدرت‌های غربی نشستن دو تا چهار تا میکنن، دارن کجدید نظر میکنن در مبانی خودشون. وقتی نیروی دریایی فرانسه با همکاری آمریکا همین امروز توی آب‌های دریای عمان کشتی حامل سلاح برای یمن رو مصادره میکنه، توقیف میکنه و اسلحه رو مصادره میکنه، اما متوجه میشید که در بر پاشنه ثابت نمیچرخه. این کارو فرانسه کرد، مخصوصا اسم فرانسه رو هم اعلام کرده، فرانسه ای که امروز داره با اسرائیل طراحی میکنه شیوه مقابله با جمهوری اسلامی رو، و داره مذاکره میکنه با ایالات متحده آمریکا در این زمینه. 470 شخصیت برجسته جهان، شما از اونها چهره‌های خیلی خیلی مهم، هیلری کلینتون، نمیدونم آقای فوکویاما، برندگان جایزه نوبل، 470 بیانیه صادر کردن در پشتیبانی و حمایت از مردم ایران.
خیلی از رؤسای جمهور، خیلی از دولت مردان، دولت مردان پیشین و شخصیت‌های در قلمرو ادب، سیاست، شخصیت‌های دانشگاهی معروف چند جمله هم بود در متن این بیاننامه گنجونده بودن که به نظرم رادیو من گفتم فکر میکنم این رو آقای فوکویاما به این قطعنامه افسوده، به یه بیانیه افسوده. حالا چی میگه فوکویاما؟ به احتمال زیاد در این کنفرانسی آقای میلانی برگزار میکنن در استانفورد درباره ایران و قراره در 7 بخش برگزار بشه درباره ایران، شیوه گذار و هم و آینده ایران. به احتمال زیاد فوکویاما یکی از شرکت کنندگانه. خب فوکویاما شخصیت برجسته یک نظریه پرداز جهانی است. حرف اینه که در سده گذشته، یعنی قرن بیستم، در سده گذشته دموکراسی، این دموکراسی که مورد نظر غربی هاست، خب در جهان شروع کرد به گسترش، اشاعه پیدا کرد. بسیاری از کشورهایی که به شیوه سنتی اداره می شدن، سیستم های غیر دموکراتیک داشتن، همه به سمت دموکراسی روی رقم داره. واقعا در بسیاری از نقاط جهان نگاه کنید، به آمریکای جنوبی نگاه کنید، به آسیا نگاه کنید، به تنها خاورمیانه است که هنوز تو راسته خودش مونده. ولی بسیاری از که یا همینطور در جنوب اروپا، خیلی از کشورها راه و روش دموکراتیک رو انتخاب کردن و این سیستم رو پسندیدن و این سیستم واقعا کارآمد بود در قرن بیستم. ولی خب با مقاومت هایی هم از سوی قدرت های استبدادی دنیا روبرو شد، یعنی قدرت های اقتدارگرا مثل روسیه، همین الان مثل روسیه پوتین، مثل روسیه پوتین، که اینها تمام تلاششون این که بلکه بتونن دموکراسی غربی رو متلاشی بکنن. به نام چی؟ به نام دفاع از ملیتگرایی روسی، چون معتقدن این دموکراسی ملی خواهی در روسیه رو به خطر میندازه. حالا در این گفته میشه این دموکراسی که به شکلی متوقف شده بود حرکتش و پیشرویش در نقاط مختلف دنیا، با پیروزی انقلاب در ایران، پیروزی جنبش انقلابی موجود در ایران، دوباره میتونه آغاز به اصطلاح آغاز گسترش و حرکت دموکراسی رو در دنیا کلید بزنه. موضوع مهمیه، موضوع مهمی که بسیاری از نظریه پردازان به این دستش رسیدن که انقلاب ایران میتونه راهگشا بشه برای بقیه کشورهای دنیا و میتونه به الهام بده به جهانیان. اینقدر این انقلاب در این هزار سوم، در آغازه 2000، در آغازه قرن 21 اهمیت داره. یعنی ایرانی ها هستن که میتونن دوباره راهگشا باشن و آغاز کننده، کلیت اونا بزنه. این نشان دهنده تأثیر انقلابه. چین بلا رو سر این حکومت آورد، شخص خامنه ای، اطرافیانش. امروز گزارش آمده بود، کدام روزنامه رو دیدمش، یادداشت کردم کجا، روزنامه خدای کجا بود، روزنامه آسیا. آسیا رو بیارید لطفا، آسیاری بیاریم. اعلام کردن که 4 میلیون بی سواد، من با محمود صحبت کردم در تهران، میگن شمار بی سوادان بین 9 تا 11 میلیون نفر تو ایران، 4 میلیون بی سواد بین 9 تا 11 میلیون. این عدد رسمی است روزنامه، خوب جایی هم انتخاب کرد روزنامه آسیا، 4 میلیون بی سواد. در که کشورهای همجوار ایران داره به عدد 100، یعنی 100% به اصطلاح 100% پیروزی در کار مبارزه با بیسوادی، مثل ترکیه، نزدیک، یعنی خیلی نزدیک ترکیه، کویت، گرجستان خیلی جلو و خیلی کشورهای دنیا. خب نشون میده که این حکومت بیسواد
چه بر سر این مملکت آورده که هنوز ما 9 تا 10 میلیون یا 10 میلیون بیسواد داریم. یعنی بیش از 10% مردم این مملکت بیسوادن. حکومت مذهبی که بیسوادها اون رو هدایت میکنن در رأسش آدمی است که 5-6 کلاس سواد بیشتر نداره. خب همینه، یعنی نشون میده که 2 فاکتور از دید اینها خیلی مهمه برای اینکه یک حکومت مذهبی در ایران دوام بیاره. فاکتور اول فقر. یعنی تصور میکنن که هر چقدر مردم فقیرتر، بینواتر، بیچارتر، مستحصل، درمانده تر، حکومت بر اونها ساده تر و آسان تر. این به نظرم نظر شخص خامنه ایست، نظر شخص خامنه ایست. برای مردم رو کاملا رها کرد و هیچ کاری جز غارت بلد نیستم. هیچ طرح عمرانی امروز در میان نیست. تمام طرح‌های عمرانی متوقفن. ثروت‌هایی که باید صرف کارهای عمرانی برای این مملکت میشد همه به غارت رفت، اغلب تبدیل به دلار شد و به کشورهای خارج رسید که امروز دسترسی به اونها فکر میکنن برای خیلی از این نوکیسه های حکومت جمهوری اسلامی سخت و دشوار بشه. فاکتور دوم سرکوبه و در کنارش مهمتر از همه بیسواد. یعنی تصور میکنن که هر کس سواد بیشتری داشته باشه امکان تردید و شک کردن در احکام مذهبی براش بیشتر فراهمه. این نظر سید حسین نصر بوده. وقتی میره به عربستان سعودی و او رو میبرن به موزه آثار طبیعی، از مسئولان عربستانی میخواد اون زمان که آقا اجازه ندید جوان ها بیان موزه رو ببینن. وقتی بیان ببینن اون وقت در احکام مذهب شک میکنن. راست میگه، یارو در کتاب مذهبی خونده که عمر بشر روی کره زمین 5000 ساله، میاد اینجا براش نوشتن آقا این اسکلت مثلا یک دایناسور مربوط به 10 میلیون سال پیش. شک میکنه اومد در درستی روایات مذهبی، شک میکنه، میگه ببندی. اینو چی میگه کسی که در آمریکا درس خونده، تحصیل کرده، هنوز هم داره طرفداری میکنه از اسلام سنتی، نه اسلام امروزی، اسلام سنتی. هر نوع پیشرفتی در دنیا آقای سید حسین نصر رو نگران احوال اسلام میکنه. بخونید، خواهش کنم، آثارش رو حیرت میکنید. اگر اینقدر درس و علم و سواد و دانش و تکنولوژی و اینقدر میتونه در تصعیف اسلام مؤثر باشه، چرا خودت دانشگاه رفتی؟ خب چقدر وقت داری؟ حالا یه دقیقه وقت داری. در منزل این روزا، چیه، روزای پنجشنبه همیشه با دایی عزیز بودیم دیگه، نیست دایی؟ زنگ زدم الان احوالش رو پرسیدم، متاسفانه پیدا نکردم دایی رو. آرزو میکنم هر چیز زودتر سلامتیش رو پیدا بکنه، دوباره اون رو داشته باشیم. دایی شخصیت شریفی است، خیلی دوست داشتنی است و روشهاش هم من خیلی میپسندم. یعنی میره توی برنامه‌های مناظره‌های شرکت میکنه، نظر مخالف رو گوش میکنه، نظر خودش هم میده، جنگ و دعوای با کسی نداره، در نهایت آرامش. چقدر خوبه. فقط میدونم یه بار برآشفته شد، یکی از تلویزیون‌ها دعوتش کرده بودن با نایاک با اون چی آقای، و بعد مجری برنامه از تریتا پارسی دفاع کرد، خیلی به دایی برخورد و دلش شکسته بود و هیچی دیگه جای دیگه نیدونم که اینقدر عصبانی باشه یا اکسال من نشون بده. برمیگردیم برای من بگیم با حامد محمدی هستیم تا لحظاتی دیگر. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا
و نوادا. سامان حیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان حیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه های مختلف با پزشکان مختلف در رشته های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه ها لذت ببرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه ایتالیا، فرانسه، دیدار از شهرهای زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم، اقامت در هتل‌های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروف‌ترین دیزاینر آوتلت. تاریخ حرکت 16 آوریل. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. خب، برنامه رو میگیریم. محمد محمدی عزیز هستیم، روز آمریکایی جوان در کجا؟ در برلین. اجازه سلام کنم. حامد جان درود بر شما، خوش آمدید. درود
درود بر شما آقای میبادی، سلام و درود به بیننده های برنامه. ممنونم خانم جان، به طور مستقلم روی یوتیوب رفته و کارش فوق العاده، حتما اون رو پیگیری کنید، کارش رو حرفاش گوش بکنید، از تحلیل هایی که میده، از اون چی که در ایران داره میگذره. و ما خوشحالیم که نسلی از روزنامه‌نگاران امروز هستن که به ما گزارشات واقعی میدن از اون چی که در ایران گذشته. میگن وقتی آدم روزنامه‌نگاری دوره تبعیدش خیلی طولانی میشه، ارتباطش رو با واقعیات زندگی مردمان خودش از دست میده، اون ارتباط پیشین رو نداره. یادم حزب توده وقتی دوران تبعیدش خیلی طولانی شد در کشورهای اروپای شرقی و در روسیه، بیانیه‌ای دادن و به این موضوع اعتراف کرد که بسیاری از تحلیل های ما دیگه انطباقی با اون چیزی که در ایران داره میگذره انطباقی نداره. و این ناشی از اینی که ما خب سالیان دراز از میهن مملکتمون دور موندیم، به این اعتراف کردن. بعد هم البته اون انشعاب بزرگ رخ داد، سازمان انقلابی حزب توده پدید آمد، آقای سقایی و فروتن و اینها، قاسمی، این هر سه از شرق فرار کردن اومدن به غرب و بنیان گذاشتن یک سازمان و یک وضعیت جدید. رو معتقد بودن که حزب توده خیلی دور شده از واقعیت های ایران. خب حامد جان، امیدوارم حالت خوب باشه. نامه اصلاح طلب ها به سپاه ها به نظر موضوع مهمیه. اقدام عجیبی بود به این خاطر که وقتی مردم در خیابان های ایران شعار میدن سپاهی بسیجی داعش ماشمایی و همچنان خیلی از خانواده ها عزادارن در ایران، هزاران نفر زندانی داریم، تکلیف خیلی هنوز روشن نیست، خیلی ها مصدوم شدن به خاطر شلی که حالا اسلحه یا تفنگ های ساچمه‌ای از جانب سپاه پاسداران، بسیج یا نیروی انتظامی. وقتی دنیا از مشت رو جزم کرده برای اینکه سپاه رو به عنوان سازمان تروریستی شناسایی کنه، به ویژه اروپایی ها که سالیان دراز با جمهوری اسلامی مماشات میکردن، نه عقلانیت سیاسی پشتش نیست که هیچ، معرفت و انسانیت هم پشت این ماجرا نیستش. سپاه عملا در جنگ اوکراین لوجستی، بخشی از لوجستی که نیروهای روسی رو به عهده گرفته با ارسال پهپادهایی که بخشهایی از اون به منازل مسکونی میخوره. ممکنه بگویند خب این مسئله خارج، مربوط به داخل ایران نیست. در داخل ایران وضعیت بدتر از اینه و امضا کنندگانش هم مثل جلایی پور، مثل عباس عبدی، نعمت احمدی، وکیل حقوقدان، اینها نمیدونم چه فکری رو کردن که این تصمیم رو گرفتن. و در حالی که در اون متن نوشته ما بر مبارزات مسالمت‌آمیز اصرار داریم، یکی از امضا کنندگان نامه، لطف الله میسمی، عضو سابق سازمان مجاهدین و عضو فعلی شورای ملی مذهبی ها، سال 1353 در خانه تیمی در حال کاشتن باغچه نبود که دستش دو تا چشمش رو از دست داد. او داشت بمب دست ساز می ساخت و دست به اقدام تروریستی می زد علیه حکومت پهلوی. حالا او امروز آمده است و واعظ این شده که باید تظاهرات از کانال مسالمت آمیز پیش بره و بدتر اینجاست که خودشون رو نماینده مردم ایران معرفی کردن. به نمایندگی از مردم ایران قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی رو محکوم کردند. و شعار مردم در خیابان چیست؟ همانهایی که نثار آقای خامنه ای و سپاه میشه با انواع و اقسام غذاها از جمله سبزی پلو و ماهی. و ولی خوب اصلاح طلبان موزه ای رو گرفتن و ادعا میکنن که همچنان این سیستم قابل اصلاحه. حامد جان، لوفتانزا پرواز به ایران رو متوقف کرده؟ بله، البته گفته به صورت موقته، اما داخل بیانیه که منتشر کرده تاکید کرده که به خاطر ناامنی حریم هوایی
و به طور خاص اطراف فرودگاه تهران، در واقع همون فرودگاه امام خمینی، فرودگاه خمینی، چون این پروازهای بین المللی همگی در جنوب تهران جاده قم فرودگاه خمینی فرود میان. و علت این هم که ناامنی البته بهش اشاره نشده، منتها دلیل ناامنی رو باید کجا پیدا بکنیم؟ میدونیم در همون حوالی بود که دو موشک به هواپیمای اوکراین اینترنشنال اصابت کرد. اما مسئله اینجاست که بخش عمده تاسیسات موشکی و اتمی جمهوری اسلامی در جنوب فرودگاه خمینی شروع میشه تا منطقه از پارچین اونها ادامه پیدا میکنه. پدافندهایی که مستقر کردن، زاغ مهمات موشکی اونها، و در پوشش های غیر نظامی، یعنی به عنوان مثال کارخانه ایست که به ظاهر موتورسازی میکنه، محصولات پتروشیمی تولید میکنه، ولی در اصل کارش درست کردن قطعات یا بدنه هواپیما، پهباد، موشک و مرتبط با تاسیسات نظامی است. بعد از این اتفاق افتاد که چند ریز پرنده در آسمان ایران جولان دادن، در تاسیسات اصفهان برخورد کرد، در تهران حوالی پارچین گزارش شد که اتفاقاتی افتاده، و بعد از اون بودش که این ممنوعیت رو در واقع توقف پروازها رو گفت. در گذشته هم سابقه داشت آقای میبادی، و این اتفاق نوید اتفاقات بعدی خواهد بود. از چه نظر؟ بلافاصله بعد از اینکه لوفتانزا پروازهای خودش رو به ایران متوقف کرد، اتحادیه اروپا حصار و شرکت هواپیماسازی ایران رو در فهرست سازمان‌های، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در واقع تمرکزشون رو بردن روی صنایع هوایی. علتش چیست؟ به خاطر اینکه همین سپاه پاسداران صنایع هوایی به هواپیماهای ایران رو، اعلان‌ها رو به خاک سیاه نشاند. یعنی چه؟ یعنی به عنوان لوجستیک و ترابری نیرو و تسلیحات از داخل ایران منتقل می‌کرد به سوریه و سایر کشورهای منطقه. و زمان دولت ترامپ هم، زمانی که به سوریه این تسلیحات و مهمات رو منتقل می‌کردن، او از اروپایی‌ها می‌خواست که این کار رو بکنن، خیلی توجه نمی‌کردن. هواپیمای ماهان در رأسش بود. آلمان، فرانسه مدتی هواپیمای ماهان رو فرودش رو ممنوع کردن، حتی ترکیه اجازه پرواز ماهان رو نمیداد، به اینها سوخت نمیدادن در فرودگاه. ولی خب محدودیت ها کمتر شد ترامپ که رفت. الان زمینه اون به وجود اومده که دوباره اون اتفاقات تکرار بشه، منتها این بار جالب اینجاست که از جانب همونه که قبلا گوش نمیدادن، یعنی اروپایی ها. و این مسئله فکر میکنم واشنگتن اگزامینر بود، یک نشریه بود، مشاور رونالد ریگان یک مقاله رو نوشته بود زمان ترامپ و تاکید کرده بود که اگر میخواهید کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنید، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اروپا رو به ایران ممنوع کنید، متوقف کنید، حریم هوایی ایران رو ممنوع اعلام بکنید و پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم به فرودگاه‌های اروپا متوقف کنید. چند دلیلم آورده بود، گفت تا مادامی که این شرکت‌ها ترابری می‌کنن، مراودات و دلالی و واسطه و تجارت بین جمهوری اسلامی و اروپا ادامه پیدا می‌کنه. و گوش شنوایی البته در اون دوره نبود، فقط آمریکا و یه مدتی هم خود اروپا متوقف کرد، ولی بعداً دوباره باز شد. الان این اتفاق افتاده. این یک بخش از می بودی. فکر می‌کنم در یکی از برنامه‌های خود شما بود چند هفته قبل در مورد پروازهای مشکوک از ایران به بیرون و همینطور پروازهایی از ایران به قزاقستان یا برعکس، در مورد برداشت و در واقع بهره برداری از معادن طلا در ایران. اروپایی ها روی این مسئله حساس شدند. خروج میزان طلا از ایران از حد استانداردها فراتر رفته. دستگاه امنیتی اروپایی به خصوص فرانسوی ها دنبال این قضیه افتادند، گزارش هایی رو دریافت کردن که حجم زیادی از شمش طلا در ایران در حال خروج با همین هواپیما ها و اعلان ها، و همینطور بهره برداری از معادن طلا در ایران افزایش پیدا کرده. حتی در لابلای اخبار میشه فهمید روسیه هم داره این تجارت رو دامن میزنه، این قاچاق رو داره دامن میزنه، به این بهانه که بخشی از بدهی‌های که از جمهوری اسلامی داره با طلا دریافت بکنه. یه بخشی از این طلا هم صرف ساختن یک کوین، یک رمز ارز جدید داره میشه که پشتوانه از طلاست.
حالا چه میزان طلا قرار از ایران خارج بشه یا تا الان شده، در کدوم کشور قرار اینها دپو بشه که اون رمز ارز شروع به کار بکنه، اینها خبرهایی که در هفته های آینده حتما میشنید. ممکن حالا یه خورده عجیب و غریب باشه طرح اون کرد، ولی این چیزی نیستش که بشه به این سادگی پنهانش کرد. و همینطور دعوا بر سر واگذاری و خرید و فروش معادن، به خصوص در 4 ماه گذشته که اعتراضات شروع شد، جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه به خطر افتاده، داره برداشت از این معادن طلا بیشتر میشه. ناگفته نمونه سال 2011 یکی از دلایلی که فرانسه به ائتلاف نظامی علیه لیبی اضافه شد همین مسئله بود. بخش زیادی از خزانه لیبی رو قذافی برمی‌داشت، خزانه طلا رو منتقلش کرده بود به یکی از شهرهایی در حاشیه، اشتباه نکنم، کشور چاد، اونجا میفروختش که هزینه قبایل و شبه نظامیان رو بده تا از حکومتش در مقابل تظاهرات مردمی دفاع بکنن. خبر رو کیلو داده بود رئیس بانک مرکزی وقت لیبی که به مخالفان قذافی پیوسته بود، و خب اول فرانسوی ها رو متوجه کرد، بعد ایتالیایی ها رو، و اینها متوجه شدن پولی که داره قذافی خرج میکنه یه بخشش هم داره میده به این کشورهای آفریقایی، بعد مزدوران اونها رو بگیره بیاره برای تظاهرات. و در نهایت هیلاری کلینتون بود که یک توییت زد و یه سری هم اسناد مخفی منتشر شد که بعدها متوجه شدن مردم، و اسناد بر اساس اسناد وزارت خارجه که ساراکوزی رو راضی کرده که اقدام نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه در حمایت از مردم لیبی بکنه، که خب تظاهرات اونها رو با موشک هدف قرار میداد. در واقع مسیری که در جمهوری اسلامی میره از بعضی جهات شبیه همون مسیری است که قذافی داره میره. تشکر میکنم حامد جان. خب میدونم خیلی خوب ارتش رو میشناسی، میخوام ببینم که این وضعیت فجیع اقتصادی که حتی کمر سپاه رو داره میشکنه روی ارتش و پرسنل ارتش چه تأثیراتی داشته؟ اصلا چی میدونیم الان در حال حاضر از وضعیت ارتش و تنه ارتش؟ آقای میبودی، واقعیت اینجاست که خب مثلا راجع به دستمزدهای اینا، حقوق ماهیانش رو صحبت بخواییم بکنیم، چیزی حدود 350 تا دیگه خیلی دست بالا 400 دلار در ماه اینا حقوقشونه برابر اون پول. در واقع فرض بکنید یک سرهنگ با بالای 20-25 سال خدمت درآمدش 14-15 میلیون تومان باشه، حالا یکی دو تا بچه داشته باشه، بچه‌ای باشه که حالا مشغول ازدواج باشه یا درگیر درس و تحصیل باشه، خرج مخارج اونها رو بده. خب اغلب هم اینها مستأجرن، یعنی خونه سازمانی رو محدود به یک سری افراد خاص نور چشمی ها میدن، و اینها باید هم هزینه اجاره منزل رو بدن، هم هزینه زندگی رو، معاش، اون اینها مجبورن شغل دوم داشته باشن. شغل دوم هم اگر شانس بیارن خب در مؤسسه تدریسی پیدا بکنن، یا خودشون اندوخت سرمایه داشته باشن، کار آزاد بکنن و کاسبی بکنن، خرید و فروشی بکنن. ولی کم نیستن افسرانی که مجبورن برای که دخل و خرجشون به هم بخونه مسافرکشی بکنن، در اسنپ کار بکنن، وایسن شیفت شب نگهبانی برج‌ها و ساختمان‌ها رو بدن، نگهبانی باغات رو داشته باشن. میشناسم کسانی رو که مجبورن صافکاری بکنن، نه اینکه این مشاغل بعد، نه نه، انسان های با شرف این کار رو میکنن. اینکه نظامی زیر یک پرچم خدمت بکنه و بخواد برای که امرار معاش بکنه شغل دوم هم داشته باشه، هفت صبح باید سر خدمت پادگانش باشه، ساعت چند باید بلند شه، ساعت چند از سر کار بیاد، و زندگی نمی کنن، در واقع جان میکنن که امورات رو بگذرونن. منتها همین ها هم در سپاه هم همینطور. آقای میبودی، درسته بخش عمده از بودجه نیروهای مسلح گیر سپاه میاد، یه عده میخورند، یه عده چپاول میکنند، یه عده شرکت های خصوصی و بنگاه هایی رو دارن دستشون در دلالی بازه با روسیه و چین و اینها در ارتباطن، یه عده از اینها خرج مزدورایی میشه که دوزاری با چندر قاس پول 5 میلیون 6 میلیون دریافتی میان به جان مردم. در اینها آدم های شرافتمند کم نیست که مجبور شده در سپاه خدمت کنه، شغلی نبوده.
تحصیلاتی داشته، فوق دیپلمی داشته، مجبور بوده بره مثلا در سپاه گروهبانی 5 سال قرارداد دو بنده اونجا مونده، که اگر غیر از این بود که اینها از تمام پتانسیلشون واسه کشتار مردم استفاده میکردن. خوی جمهوری اسلامی در رنده تر از این حرف هست. یعنی اگر امروز میگیم 550 نفر رو فقط در 4 ماه تر خیزش اخیر کشته، اینها جا داره 5500 نفر رو بکشن. اگر نمیکشند، نه اینکه نخوان، نمیتونن، تبعیت نمیکنن ازشون. درست. یک نفر هم زیاده، ولی این اگر نمیکشن فقط به این خاطر که زورشون نمیرسه، فرمان نمیبرن. مگه چند نفر پیدا میکنید که بچه مردم رو ببینه حاضر باشه شلیک بکنه؟ خیلی موضوع خیلی مهمی است، موضوعی که حامد عزیز میگه. به همین لازمه که میگن در نهایت وقتی حکومت‌های متوسل به سرکوب میشن، به تداوم پیدا میکنه، ریزش هم شتاب پیدا میکنه، هم وقوعش قطعی است، وقوع ریزش قطعی است. یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه متکی باشه به اینکه سپاه و این گروه های سرکوبگر و دراز مدت همینطور بتونن رسالت و وظیفه قتل نفس رو به حامد جان بیریم. این موضوع تأثیرات روانی تروریستی شناختن سپاه در بیرون از ایران اثراتش گذاشته، هم در خود ایران گذاشتن در. یعنی هنوز چی نشده، هنوز اروپایی ها تصمیم نهایی نگرفتن، ولی تأثیرات مخرب داشته برای سپاه پاسداران. سپاه به هر حال اروپا جولانگاهش بوده، اروپا جولانگاه سپاه بوده، خانه های هم داشته. یه موقعی خبر آمد که در نزدیکی برلین یک فرودگاه متروکه وجود داشته از گذشته، مثل که مال دوره نازی ها بوده، سپاه ازش استفاده میکرده. یه فرودگاه متروکه در این مملکت دیگر در قلب اروپا. امروز عرصه بر سپاه واقعا تنگه، یعنی دستش دیگه باز نیست. بسیاری از راه‌های تحریم رو، راه شکستن تحریم رو خود آمریکایی‌ها مسدود کردن با اطلاعاتی که از خود سپاه گرفتن. بین وقتی یک کشتی حامل اسلحه از بندر عباس مثلا راهی یمن میشه، راهی کشورهای دیگه میشه، هم میفرستن هم خبر میدن، خبررسانی میکنن. همین چند روز پیش آمریکایی‌ها 15 میلیون دلار پول گذاشتن برای کسانی که اطلاعاتی بدن برای شناسایی منابع مالی سپاه، تأمین منابع مالی سپاه. فقط خواهش میکنم ببینید بررسی و پیگیری کنید، ببینید چه تعداد حاضر شدن اطلاعات در اختیار آمریکایی قرار بدن پول رو بگیرن. آمد جان بفرمایید. نکته که اشاره کردید آقای میبودی، حالا من نمیدونم دقیقاً چقدر وقت داریم تا برنامه تموم بشه، از حالا به بعد بیایم بیشتر از اینکه تحلیل ارائه بدیم، هی پرسش ایجاد بکنیم و در نهایت جواب پرسش ها خودش در میاد از دل خود پرسش ها. هفته گذشته بود که حدود 5-6 نقطه از ایران گزارش شد که این ریس پرنده ها اومدند و برخورد کردن، البته فقط یکیشو پذیرفتن، اینها اصفهان و تاسیسات اصفهان رو. اول اینکه جنس این حمله متفاوت شد، به این خاطر که قبلا اسرائیل یا هر کشور دیگه اقدامات مشابه که میکرد اینها منکر میشدن، به خاطر اینکه دور از چشم مردم، مثلا در بیابانی گوشه پارچین منفجر میشد یا نطنز متوجه میشد، کسی خبردار نمیشد تا اینکه یکی از این تاسیس چیزها، ماهواره ها یا سرویس های خارجی قضیه رو افشا میکردش. این بار جنس عملیات متفاوت بود، با اینکه ضربه خیلی هم خسارت بار نبود، طوری چیدمان شده بود که مردم عادی در کوچه و بازار تونستن در اصفهان دست کم فیلم بگیرن. حالا تبریز رو که نمیپذیرن، که گرچه مشاور زلنسکی گفتش که تبریز هم بوده در این رشته عملیات، و ثابت کرد که بعضی از این تاسیسات سپاه در پوشش کارخونه ها خصوصی، مثلا یه کارگاه به ظاهر خصوصی ولی زیرش دارن قطعات پهپاد تولید میکنن. این از تفاوت جنس این عملیات این سری با دوره های قبل بودش. اما اشاره باید کردش که دست سپاه واسه دنیا رو شده، قبلا هم رو شده بود، الان کار رو به جای رسوندن که مجبورن بهش واکنش نشون بدن. اگر جمهوری اسلامی شریک روسیه نشده بود در دادن پهپاد، به زدن پهپاد به اوکراین، تا 100 سال دیگه این اروپایی از خواب بیدار نمی‌شدن، چون خودشون زده بودن به خواب.
اگر فقط دسترازی ها و خرابکاری ها در حوزه سوریه و لبنان و نمیدونم خلیج فارس میموند، کاری باهاش نداشتن. خطای بزرگی که کرد روسیه اینها رو کشون به باتلاق اوکراین. مسئله بعدی استفاده از هر روشی برای ضربه زدن بود. یکیش همین هواپیماهای تجاری و اینها رو میکشونید به عنوان سپر انسانی، باهاش لوجستیک میکنید، نیرو و مهمات و تسلیحات رو میبرید. الان دیگه مقابل این وایسادن. منتها وقتی که ریز پرنده ها، وقتی که پهپاد یک ماموریتی رو در داخل ایران بهش محول میکنن، ممکنه اپراتور اون در هر جایی باشه، در اسرائیل، آذربایجان، جمهوری آذربایجان یا بیرون از ایران، چون برد پهپادها اساسا زیاده. ولی وقتی پهپادها کوچیک میشه، اسمش رو میذارن ریز پرنده، اون موقع دیگه بردمون اونجور نیستش که بیرون از مرزها بشه. پهپاد رو باید قطعاتش رو یا خودش رو وارد ایران بکنن، اپراتور هم اونجا نزدیکا مستقر بشه و بعد عملیات رو انجام بده. این اتفاق در عملیات جدید افتاد. اینها گفتن گروه های تجزیه طلب کرد ضد انقلابی پهپادها رو وارد کرد. اوکی، قبول. این ادعا قبول. افرادی قاچاقچی آوردن لای کوله پشتی و بار شتر و الاغ و هر چیزی کردن آوردن داخلش. کی اینها رو سرهم کرده؟ مگر میشود یک پهپادی رو که قرار پرواز بکنه، هدایت بشه، کنترل بشه، به دقیق بخوره، مشغلان میرزا که هدایتش نکرده که. فردی بوده که آموزش دیده. فردی بوده که هدایت پهپاد رو میدانسته. مهندسی اسمبل کردن اینها رو سرهم میدانسته. چه کسی آدرس اینها رو داده؟ سر راه که نیومدن نقشه کروکی بکشن که حالا مثلا بگن در 5 کیلومتری اصفهان تاسیساتی بزنید. از داخل لو رفته. کیون اطلاعات رو داده؟ مشخصا برای اینکه بفهمیم یک سیستمی دچار ریزش بشه، لزوما نظامی های اون از پادگان نمیان بیرون اسلحه‌هاشون رو تحویل مخالفان بدن. چه بسا اصلا موقعیت جوری نباشه که بخوان به این شکل به انقلابیون بپیوندن. ولی هر متخصصی نه فقط در عرصه نظامی، در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها میداند چه کار بکند که سیستم رو زمینگیر بکنه یا سیستم رو مختل بکنه. در امورات نظامی همین اتفاقات میفته. من اصلا قضاوت نمی کنم چه انگیزه ای داشتن، خوب بوده کارشون یا بد بوده. قرار فقط طرح سوال بکنه. چه کسانی وارد کردن، چه کسانی اسمبل کردن، چه کسانی طراحی کردن، چه کسی نقشه رو لو داده؟ مگر می شود پهپاد زمانی که میخواد به یک مورد خاص بخوره از 5 زاویه دور و برش کسانی آماده باشن که ویدیو بگیرن؟ نه. حتما آمادگی قبلی بوده. و جالب اینجاست که هر بارم که این اتفاق میفته، زمانی بوده که قبلش یک رجزخوانی کردن. در این دورم آقای خامنه‌ای قبل از اینکه این عملیات اجرا بشه، رفته بود بازدید تسلیحات و نمیدونم دستاوردهای نظامی و اینها. قبلترش فرمانده سپاه رجز خوانده بود. قاهانی گفته بود برید خانهاتون رو در اسرائیل بفروشید که میخواییم اینا رو بریزیم، شما رو بریزیم تو دریا و خونهاتون ارزون میشه و از اینجور رجزخانی ها و بلوفزنی های همیشگی. و باز هم باید مطرح بکنیم، شما میگویید اقتصاد کشور قوی، رو به رشدیم و و و کلی تعرف و تمجید. کمتر از 24 ساعت بعد از این عملیات 2000 میلیارد تومان پول از بورس تهران خارج شد. تو همینجا رو داشته باشیم آمه جان، با از بازار آگهی عبور کن، یاد باشه تو کجا اومدی، برمیگرد. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید.
اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLV برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLV پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLV با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLV تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLV را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLV همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل TV خود می توانید به تمامی سرویس های GLV دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLV از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLV بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLV همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLV از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-2728-8485. عدالت املاک. منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288، 949-202-7288. خب برای من رو بهم گیریم. همه جان یاد باشه تو کجا بودی؟ یا ادامه بده برم. بله، این صحبت رسید به اونجا که باید برن ببینن کی بوده. اینها ریزش های نیروهای مسلح خودشو اینجور نشون میده. و 2 هفته پیشش هم رجز میخوندن برای انگلیسی ها که علیرضا اکبری جاسوسی بوده که ما گرفتیمش و شکار کردیم و در ترور فخری زاده نقش داشته و گرفتیم. و
هیچ جمهوری اسلامی فقط زورش به مردم میرسه، اون هم دست خالی و به قول معروف لات کوچه خلوتن. در عمل هیچی برای ارائه ندارد و اگر داشتن که خب باید میذاشتن برای مردم. وضعیت خوی رو ببینید، زلزله زده ها رو. همینجوره همه جان. اینا قبل از اینکه این موضوع فروش اموال دولتی رو مطرح بکنم، مادن یه هیاهویی به راه انداختن راجع به تاراج جواهرات سلطنتی توسط خانواده پهلوی وقتی که ایران رو ترک میکردن. امروز گزارش آمده از خبرگزاری تسنیم، یعنی خبرگزاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصاحبه کرده با رئیس بنیاد مستضعفان درباره همین جواهر. میگه بابا نه، وقتی رفتن از ایران هیچی نبود، هیچ جواهری با خودشون نبردن، حتی شناسنامه و اسناد مربوط به اسناد شخصی خودشون هم یادشون رفت ببرن. اینا مونده هنوز اونجاست. میپرسه چرا نبردن؟ میگه به خاطر اینکه فکر میکردن بر میگردن، برای چی بردارن ببرن با خودشون. یعنی هیاهو به این ترتیب خونسا شد و نشون میده که اون جنایی که سعی میکرد به شکلی سرپوش بگذاره روی این خفت بزرگی خامنه‌ای باعث بانیشه شکست خود، کارش نافرجام. خب حامد جان، بریم بر سر خوی، برسن زلزله یه خویی که به نظرم دیگه نمایش رقتبار این حکومت جمهوری اسلامی رو بفرمه. وضعیت خوی افتضاحه. این مردم در سرما گرفتار شدند، امکانات که نیست هیچ، دیوار خانه ها ریخته، اموالشون رو از دست دادند، میترسن که حتی اون منطقه‌ای رو که حالا برات کوچه جلوی خونش هم اونجا ترجیح میده شب در سرما بخوابه ولی دوز نرسه را به وسیله هاش. امکانات هم که نمیدن که هیچ. در ویدیو هم که دیدیم مردمی هم که حالا تجمع کردن که چهار تا پتو و یه دونه بخاری چیزی گیرشون بیاد، با تفنگ آپاش از دور ماشین آپاش رو سرما به جون اینها گرفتن یا برخورد میکنن. اولین یگانی هم که رسید اونجا پلیس ضد شورش بود، حالا همه جا آمبولانس اینها میرسه. انقدر امکانات شهر خوی کم بود برای همون جمعیت کمی هم که داره، یه سری از مصدومین رو فرستادن شهرهای اطراف از جمله سلماس. وضعیت روستاها که خب بدتر هم هستش، کمبود مواد غذایی هست، کمبود وسایل گرمایشی هم که هست. همون دو سه چهار نفری هم که هنوز تو ایران اعتباری دارن مثل علی دایی، کریم باقری، اومدن وسط پولی از مردم جمع میکنن، حساب کریم باقری رو بستن، یقه علی دایی رو گرفتن که حالا نباید بری اونجا، میخواد بره بچه بکنه، نظام رو میخواد از خوی براندازی کنه تو اون سرما. و جز نمایش یه سری از این بسیجی ها و سپاهی ها رو ریختن به خاطر حالا مثلا نمایش جهادی، چند تا چادر زدن، حالا میبینید هیچ امکاناتی هم ندادن. و مسخره تر هم اینجاست که واسه تبلیغات 10-15 تا بسیجی گردن کلفت رو با یه کاسته دو تا کاسته دو لگن جوجه فرستادن ایستگاه جوجه زدن. حالا ویدیو هم داره پخش میشه، نمایش بدن که ما هوای مردم رو داریم، منقلی برا کردیم، حالا بساط جوجه گذاشتیم و دلسوز مردم هستیم. قیافه ها رو فقط شما نگاه بکنید در همین ویدیو، شرم میکنه آدم. آخه مثلا مردم ندارن یا قیم میخوان یا هیچی، کمک مسئولیت شماست، مسئولیت شماست. کارشناسای خودشون دارن میگن یکی از عوامل این که در اون منطقه در این چند سال این همه زلزله اومده خشک شدن دریاچه ارومیه است. توضیح داده یکی از همین کارشناساشون که وقتی که این دریاچه خشک میشه آب وزنی داره روی اون حجم، وقتی که اون حجم برداشته میشه به خاطر خشک شدن، زمین شروع میکنه دچار فعل و انفعالات از پایین، ریزش میکنه از درون، از پایین میریزه و خب هم میشه گسل ها رو تحریک میکنه، فعال میشه. اینه که اصلا سالی نیستش که دو بار سه بار تو مناطق زلزله های فجیع نیاد. بازبانیش کیست؟ حالا دائما تبلیغ میکنن که کشور رو به توسعه است، دشمن برای اینکه ما رو به پیشرفت بودیم با تظاهرات خواست ترمز ما رو بکشه و لات حالاتی از این قبیل. حامد جان، یه پرسشی که تو این سالهای اخیر خیلی مطرح بوده، خاطر اینکه جوانهایی بودن از ایران میرفتن ویزا بگیرن بیان با آمریکا،
همه شرایط رو هم داشتن ولی بهشون ویزا نمیدادن و دلیلش همین بود که اینا در سپاه خدمت کردن، خدمت سربازیشون رو در سپاه گذروندن. خب سالم از شما اینه، چون خیلی ها مدعیان، خیلی از کسانی که در سپاه خدمت کردن مدعیان که انتخاب ما نبوده، ما رو بردن اونجا خدمت کرد، ولی برخی میگن نه اینطوری نیست، شما میتونی انتخاب بکنی، من میخوام در ارتش خدمت بکنم. خیلی اصلا حتی پارتی بازی میکنن که برن تو سپاهشون، امکاناتش بیشتره، دستشون بیشتر در اونجا بازه. برخی از اونها هم که رفتن توی سپاه خدمت کردن بعد در همونجا ماندگار شدن، کار کاسبیشون خوب شد، افتادن تو کارهای مختلف. ادیش میشه تو امروز تو افغانستان دید در چی در اجاره کردن این به اصطلاح اراضی کشت خشخاش، یعنی جلو جلو اجاره میکنن این اراضی رو و محصولش رو میخرن. میخوام ببینم که واقعیت چیه، کی راست میگه؟ واقعیت ها میبادی به حال وقتی که میشه 17-18 سالشون، فرزندان ذکور پسر این دفترچه آماده به خدمت رو پر میکنن و میفرستن برای سازمان نظام وظیفه که دفتر اصلیش در خیابان اشتات آباد، میدان اشتات آباد تهرانه. اونجا اینها رو فرا میخوانند و در یک صبحی به ترتیب به تفکیک میزان تحصیلاتشون اینها رو صف بندی میکنن و بعد بر اساس اعلام نیاز یکی از واحدهای نظامی، نیروی انتظامی، ارتش، سازمان قضایی یا سپاه یا سایر ارگانها، اینها رو دستبندی میکنن. یک مسئله داریم به اسم امریه که جداست، برای افراد خاص، نور چشمی ها یا اونهایی که متخصص هستن، بعضی از سازمان ها اعلام نیاز میکنن و اونها رو به صورت فردی میگیرن. اما عموم افراد تا حدود بسیار زیادیشون حق انتخاب برای اینکه در کدام واحد خدمت بکنن رو ندارن مگر پارتی. اون بخشش که بله، اون بخشش که نمیتونن انتخاب بکنن تا حدودی درست، ولی اینکه سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار ندهیم به این خاطر که یه سری جوان در سپاه خدمت کردن نمیتونن به اونجا برن، نه این حرف مغلطه است. به این خاطر که اولا اگر قرار بی‌تعارف صحبت بکنیم، زمانی که افراد به خصوص امروزی‌ها با توجه به اینکه امکانات سپاه بیشتره، سختگیری‌ها کمتره، پادگان هایی داره در اختیار خود، صفا و خوشگذرانی بیشتره اونجا، آموزش ها شرط سختری دارن، بیشتر سر کلاس های عقیدتی و اینها، حالا یه مقداری هم ریش میذارند و کلاس های ایدئولوژی و اینها بیشتره، استقبال از اینکه خودشون داوطلب بشن برن در سپاه بیشتره. حالا به هر حال ارتش شرایطش رو همه میدونی که مقداری سخت‌تره. منتها اینهایی هم که میرن سپاه کارشون از کی را میفته؟ زمانی که سابقه بسیجشون رو میبرن و راحت تر میتونن کسری خدمت بگیرن. الان دقیقا نمیدونم چقدره، ولی به میزانی که سابقه خدمت در پایگاه بسیج قبل از خدمت سربازی رو داری، وقتی که خدمت سربازی میشه بری اونجا داخل یگان آموزشی تموم بشه، از پایان خدمت به تعداد اون ماها کم میشه. خب ترجیحاً احتمالا خم میشن به سمت سپاه، مرخصیاش بیشتره، سختگیریش هم کمتره. منتها مگر چند نفر هستند که اقدام میکنن برای گرفتن ویزا؟ خیلی از اینهایی که در همین مدت ویزا گرفتن، کارت پایان خدمتشون رو از سپاه گرفتن، مطمئنن واسه دستگاه های اطلاعاتی یک کشوری مثلا مثل آمریکا، سفارتخونه هاشون یا سایر کشورهای اروپایی اصلا سخت نیست که استعلام بکنن که این فرد که در سپاه یا ارتش خدمت کرده تا چه حد پیش رفته، یک سرباز جزئی بوده یا فرمانده بوده، درجه دار بوده. اونی که میترسه احتمالاً کسی است که سابقه حقوق گرفتن از سپاه پاسداران در قالب خدمات گروهبانی یا افسری رو داشته، یا در جاهای خدمت میکرده که احیاناً دسترسی به یک سری مشاغل یا یک سری ماموریت‌های دیگه رو داشته، وگرنه سرباز صفری که در فلان پادگان سپاه دم در دژبان بوده و گروهبان بوده و نگهبانی بوده، اصلا کار سختی نیستش که پیدا بکنن این سفارتخانه ها زمانی که میخواستن براشون ویزا صادر بکنن. اونها خودشون بهتر از هر کسی دیگه میدونن اینها کجا خدمت کردن. بنابراین این مغلطه است. مغلطه‌ش هم روی استارتش کی زد؟ اونهایی که دنبال این بودن
که دنیا رو به عنوان حالا مثلا تحریک بکنن، رسانه‌های دنیا رو که بگن با قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی حقوق مردم ایران ضایع میشه، مثل همون نامه که اول برنامه راجع به اصلاح طلبها راجع بهش صحبت کردیم. نه اینطور نیست واقعا. خیلی از اونهایی هم که در سپاه خدمت کردن به راحتی ویزا میگیرن میان بیرون و یا به ایران برمیگردن یا میمونن. خب جان دولت ترکیه داره سخت میگیره، دستگاه امنیتی ترکیه نسبت به حضور سپاه در ترکیه خیلی میگن از خانه های امنیه تعطیل شدن، چند تا از وابستگان سپاه در همین عملیات ماهای اخیر دستگیر شدن، و یا مثلا اسرائیل حمله میکنه مناطق مختلف رو میزنه و برمیگرده حمله میکنه به لیرزور در نزدیک مرز عراق، پایگاه‌های جمهوری اسلامی رو میزنه، فرمانده سپاه رو میکشه، ده تن از شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران رو قلقم میکنه، از بین میبره، بعد روز چه تعداد هم مجروح شدن. کشتی فرانسوی همین امروز کشتی سپاه پاسداران رو پر از سلاح توقیف میکنه که راهی یمن، ولی سپاه جیک نمیزنه، هیچ عکس‌العملی نشون نداده تا به. اما پیش از این طور نبود. این فکر کنید دلیلش چیه؟ عادت به توسری خوردن آقای میبودی. وقتی که یک سازمان نظامی مأموریت درست و حسابی براش تعریف نمیشه، صرفا یک جایی هست برای یک منافع دیگری یا منافع ملی میهنی برای اقدام و مأموریت های خارجی براش توصیف نمیشه، یا راهبردی برای برون رفتن از اون مشکل نداره، مثل در گل میمانه. سپاه پاسداران در سوریه رفته، هزینش رو هم داده، این همه کشته داده، این همه خسارت پشت دست ایران گذاشته، ولی برنامه‌ای برای اومدن بیرون نداره، چون اصلا نمیدانست برای چی میخواست بره. اونها رفتن که رژیم اسد رو بگیرن، ولی این بخشی از کار بود، حالا باید اونجا خزینه‌هایی که کردن رو در بیارن. متأسد هم امروز با اونها همکاری نمیکنه، متمایل شده به سمت ترکیه، متمایل شده به سمت کشورهای عربی، با روسیه ترجیح میده کار بکنه. به خاطر همین هم است که دائم اونجا میفهمیم شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با سایر شبه نظامیان شروع میکنن در سر کله هم زدن. به خاطر اینکه زمانی که یک کشوری عمق استراتژیک خودش رو به هر دلیلی خارج از مرزهای اون کشور تعریف میکنه، اگر دلیل قانع کننده ای نداشته باشه، اگر پشتوانه نظامی قابل توجهی نداشته باشه، اون عمق استراتژیک به ضد خودش تبدیل میشه، براش دردسر میشه. اینها به ادعای این که اگر در سوریه نجنگیم باید در مرزها و در تهران و همدان و کرمانشاه با داعش بجنگیم، لشکرکشی کردن که از اسد مراقبت کنن، حفظ قدرت بشار اسد بوده. حالا رفتن اونجا با هزینه مواجه شدن، راهبردی برای عقب نشینی ندارن. معلوم نیست دقیقاً چقدر، ولی اونطوری که برمیاد نزدیک 3-4 هزار نفر از نیروهای افغان عضو شاخه فاطمی و سپاه قدس در سوریه از این پادگان از این شهر به اون شهر نقل مکان میکنن. این 6000 نفر رو، این 5000 نفر رو، هر چند تا که هستش باید بیارنشون ایران چه کار کنن؟ کسی که 4 سال 5 سال 10 سال اصلا میمونه در سوریه، شدیدترین بدبختی و گرفتاری رو زیر آتش جنگ مجبوره که تحمل بکنه، اون نیرو وقتی میاد وارد شهر میشه اصلا دیگه آدم خودش نیست، خدمات میخواد، طلبکار از جمهوری اسلامی، میگه من برای تو رفتم جنگیدم، چی داری در عوض به من بدی؟ هیچ. بهترین کار اینه که اونها رو همونجا نگه داره. حالا تعدادی هم کشته شدن کشتن دیگه، حالا برمیگردن بساط شهید سازی رو داغ میکنن. راهبردی برای خوب برون رفت از سوریه ندارن آقای میبودی، و همیشه همینطوری هزینه رو میدن. همون اتفاق هم همونطوری که روسیه اینها رو کشون به سوریه گرفتارترشون کرد، در جنگ اوکراین هم گرفتار خواهند شد با هزینه های بیشتر، هزینه که حتی ممکنه منجر به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بشه. همینطوره. بیش از این وقتی اتفاقات از این دست رخ میداد، هشت و شبیه بیانیه میداد، عصائب اهل حق بیانیه میداد، کتائب حزب الله تهدید میکرد، جهاد اسلامی تهدید، حزب الله لبنان، شیخ حسن نصرالله بیانیه میداد، اعلام میکرد انتقام میگیریم، الان میزنن هیچ خبری نمیشه. یعنی که نه کسی بیانیه میده، نه کسی عکس‌العمل نشون میده، و این گواه بر این که در برپاشنه سابق نمیچرخه، نشون میده همه چیز در حال تغییره، در حال ریزشه،
در حال دگرگونی هستم یا نه، و همه ما باید باور بکنیم که جنبش انقلابی ایران به سمت پیروزی با گام‌های بلند در حال پیشروی است. همه ما باید باور بکنیم این رو. حامد عزیز تشکر می‌کنم از حضورت. موضوع بعدی که قراره در ویدیو کلیپ مستقل بذاری چی حامد جان؟ راجع به چی فکر کردی؟ احتمالاً در مورد همین نامه اصلاح طلبا بشه برای سپاه. یه فاجعه بزرگی بود. حالا راجع بهش صحبت بکنیم. سایت یونیکاست، کانال یوتیوبش، حالا کمکم بکنن اگر علاقه‌مندان به همین جور بحثا حمایت هم بشه خیلی ممنون. حتماً میکنه حامد جان، حتماً هیچ جای نگرانی نیست. من اطمینان دارم. زن زندگی آزادی، سپاس با حامد محمدی عزیز خدافظی میکنیم. امیر شهرتی عزیزم تشکر میکنم، ممنونم. بیچاره خانواده برای گفتاره این رئیس بنیاد مستضعفان هم امروز سارا برام فرستاده بود، میگه که اینا نه تنها جواهر نبودن، آقا شناسنامه‌شون رو نبردن، شناسنامه اسناد شخصیشون رو نبردن با خودشون، چون فکر میکردن دارن میرن برمیگردن. تا گفتگوی دیگر.